ما را نظری است نه نثار سیمی، جز تحفه عجز بندگی تقدیمی. چون شاخ گلی از دو سلامی و ز ما تسلیمی. سلام خدمت شما دوستای عزیز و یاران مهربان و محفل شعر بهارستان، خوش آمدید. من یادم رفت. چی یادتان رفت؟ اگر روایی میخواستم بخونم از بیدل. خب بیدل، با یقین کوش هدایت این است، مگذر ز حضور دل نهایت این است. تا چند خوری فری به قرب موهوم، هم صحبت ما باش ولایت این است. بسیار عالی، بسیار عالی. خب عرض سلام دارم من خدمت همه دوستان و عرض تسلیت به همه اهالی ادبیات به خاطر درگذشت شاعر پیشکسوت افغانستان مرحوم برات علی فدایی هروی که دیروز در سن 92 سالگی در هرات ایشان دار فانی رو به قول معروف ودا گفت و امروز هم جنازه ایشان به خاک سپرده شد. بله، من عرض تسلیت دارم خدمت همه همدلان و همزبانان ما. روح استاد فدایی شد. از کتاب چامه ها و چکامه های استاد برات علی فدایی هروی خدمت شما یک از شعراشان را انتخاب کردم و دکلمه میکنم تا کم کم دوستا میپیوندن به جای ما و دوستانی حاضر میشن برای شعرخوانی. من شعر خدمت شما میخوانم. غزل. من آن چکام سرا اندلی به خوش نفسم، که صحن گلشن قدس است صحنه قفسم. به اوج قاف قناعت عدیل انقایم، که بر بساط مذلت نشسته چون مگسم. اگرچه طالع منحوس و چرخ شعبده باز، نموده خار به چشم زمانه همچو خسم. مرا که مخزن دل پر ز لؤلؤ و گهر است، با وضع ساده مبین و لباس مندرسم. اسیر عشقم و از قید و بند دهر آزاد، نه در طریقه دلدادگان بلهوسم. شهید خنجر نازم ز بهر کشتن من، بود ز نرگس مخمور نیم غمزه بسم. به بوی نافه زلف نگار شب همه شب، نوای قافله صبحگاه را جرسم. به هیچ در نکشم رخ ز آستانه یار، اگرچه نیست به زلفین یار دست رسم. چنان ز خیش تهی گشتم ز جانان پر، که خیش هیچ ندانم که من کیم چه کسم. با یاد دوست فدایی اگر کشم نفسی، ز پادشاهی عالم خوش است آن نفسم. بله، بسیار جالب. و من اتفاقا در ذهنم بود که اگه شعری از مرحوم فدایی انتخاب بشه برای برنامه، همین شعر خیلی مناسب هست که زینب جانی رو خواندن. و من فقط این را هم اضافه بکنم که این کتاب چامه ها و چکامه ها یکی از مجموعه شعرهای استاد فدایی هروی است. از ایشان چندین کتاب شعر چاپ شده. در خلال برنامه ها باز ما درباره استاد فدایی هروی بیشتر صحبت خواهیم کرد. سهیلا جان نوشتن که اگر وقت داشتید من باز هم میخوانم شعر بخوانم. بسیار خوب، افتخار میدین و خوشحال میشیم. دوستان دیگری هم که آمادگی دارن برای شعر خواندن، خوشحال میشیم که اعلام آمادگی کنن، درخواست بدن در اینجا و انشاءالله در همین اول برنامه هم این اتفاق بیفته که با آخر برنامه به تنگنای وقت برخورد نکنیم. چون همیشه همینطوره، اول برنامه دوستان کمتری هستن که آمادگی دارن، بعد آخر برنامه با تراکم برخورد میکنیم. خب دعوت کنیم پس از سهیلا جان. بله بله، میتونیم از ایشون دعوت بکنیم برای حضور در این برنامه. از سهیلا جان اطمینان.
خب بازم سلام و خوش آمدید خدمت همه دوستان و سلام بله به سلام عرض ماه خدمت سایلا جان شما. عزیز، خوشحال مثل هستم که شما زود رو آمده میبینم. آمده درود بر شما، خیلی خوشحالم که شما ایدم. من سپرایز شدم، یعنی شما غیر مترقبه بودید، فکر نمیکردم قدر زود مبیاییم. به حال خیلی خوشحالم که بازم شما رو میبینم، ممنون از اینکه باز بر ما وقت دادین. شعری که من میخوایم بخوانم شعری است که اولین بار کاظم جان شما وقتی که خیلی کوچولو بودی، شاید 4 3 ساله، 4 ساله نه و قبل دادن نکنه آیتون سیب فهمیدی دندان شما زده رو خوانده میخوام بودی، بخونه. یادتان هست چی شعر خوانده بودی؟ سیب همش دندان از زده؟ خودت برمان خوانده. آفری. شعر دندانزا شعر یاد حمید مصدق. حمید مصدق، بله، ولی این یک کمی طولانی تر است، اگر به اجازه داشته باشم من بتانم باقی ماندهشم بخوانم، خیلی اجازه شعر است؟ طولانی نیست، بله در حد که برنامه. و این خاطره جالبیه، حالا شما خواستین باید بازگو بکنین، چون من خیلی خورد بودم، دقیق یادم هم نمیآید. شما خیلی خورد بودین، کابل آمده بودین، همون جوری که استاد شده خیلی خیلی مقبول میخوانی، ماشاءالله نام خدا، هنوزم کمون جوری هستی. همین شعر خواندی بر ما، گفتیم یک شعر بخوان و همین خواندی، سیب دندان زده از دست من از دست من افتاد به خاک، خیلی مقبول خواندی، هنوز همون خاطرها به یاد ما هست و همون ما گفتم که باشه که این شعر رو من به یاد او دوران گذشته بخوانم. 4 ساله بودم. 4 ساله بودیم ماشاءالله. گفت، خیلی یا هنوز مکتب نمیرفته، خیلی کوچولو بودیم، خیلی کوچولو بودیم. اوکی. تو با من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلخوره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم، باغبان از پی من تون دوید سیب را دست تو دید، غضب آلوده به من کرد نگاه، سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک، و تو رفتی و هنوز سال هاست که در گوش من آرام آرام خشخش گام تو تکرار کنان می دهد آزارم، و من اندیشه کنان غرق این پندارم که چرا باغچه کودک ما سیب نداشت. اما فروغ فرخزاد به پاسخ داده، شنیدین شما رو یعنی؟ ما ایران میخواییم بخوانم نه بطن اگه اجازه باشه، نشنیدین؟ من به تو خندیدم چون که میدانستم تو به چه دلهوره از باغچه همسایه سیب را دزدیدی، پدرم از پی تو تون دوید و نمیدانستی باغبان باغچه همسایه پدر پیر من است، من به تو خندیدم تا با خنده خود پاسخ عشق تو را خالصانه بدهم، بغض چشمان تو لیک لرزه انداخت به دستان من و سیب دندان زده از دست من افتاد به خاک، دل من گفت برو چون نمیخواست به خاطر بسپارد گریه تلخ تو را، و من رفتم و هنوز سال هاست که در ذهن من آرام آرام حیرت و بغض تو تکرار کنان میدهد آزارم، و من اندیشه کنان غرق این پندارم که چه میشد اگر باغچه خانه ما سیب نداشت، و حال این باقی داره خلاص نشده. و جواد نوروزی بعد از سالها به دو شاعر پاسخ داده، ایشم شنیدین یا نشنیدین؟ شما شنیدین؟ نه ایران نشد. نشنیدین. دخترک خندید و پسرک ماتش برد که به چه دلهاره از باغچه همسایه سیب را دزدیده، باغبان از پی او تون دوید به خیالش میخواست حرمت باغچه و دختر کمسالش را از پسر پس گیرد، غضب‌آلود با او غیزی کرد این وسط من بودم سیب دندان زده ای که روی خاک افتادم، من که پیغمبر عشق معصوم بین دستان پر از
دلهوره یک عاشق و لب و, و لب و دندان تشنه کشف و پر از پرسش دختر بودم و به خاک افتادم چون رسولی ناکام. هر دو را بغض را بود. دخترک رفت ولی زیر لب این را می گفت او یقینا پی معشوق خودش می آید. پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود، مطمئنا که پشیمان شده بر می گردد. سالهاست که پوسیده ام آرام آرام. عشق قربانی مظلوم غرور است هنوز. جسم من تجزیه شد ساده، ولی ذراتم همه اندیشه کنان غرق در این پندارند. این جدایی به خدا رابطه ای مصیب نداشت. ببینید هر کدوم، هر کسی از زبان، یک از زبان دختر گفته، یک از زبان دختر گفته، یک از زبان سیب گفته. از اون واسه خان خواستم که زبان همه رو بشنوین شما. امیدوارم به خوش تشکر از شما. سلامت باشین. خیلی خوب بود، خیلی تجدید خاطره شد و حس حال ما رو اول برنامه تازه کرد. تشکر. شما اگه خیالت هست کاظم جان، از او از او وقتی که خوانده بودین شعر، یعنی من از اون وقت از سفری که با کابل آمدم یک خاطرات کم رنگی دارم از که خانه شما آمدم و از شعر و چیزا یادم میه، منتها چون به سن خیلی کم بوده جزئیاتش با این جزئیاتی که به اون صورت که شما باید شما خب طبیعتا نمی قدر یادم هست که خیلی خورد بودم دیگه و بودم سفر بود، فکر کنم اولین سفری بود که با کابل آمدم. و ای یعنی شما از او سن سال به شعر علاقه داشتین و میخوندین و ایده همیشه کاملا از زیادی همیشه از حفظ میخواندین شما هیچ از روی کاغذ، چون خواندن نوشتن فکر نکنیم داشتین، همیشه از حفظ میگفتین. خیلی خدا که من دیگه وقت شما رو نمیگیرم که حتما کسای دیگه هم اصلا که میخواین بخواین. خیلی ممنون، خوش شد از دیدار شما. خیلی ممنون. شما هم بخیر. قطع کردنش ما الان مشکل داریم. خیلی بد، میخواین که ما باشه منوزا. آقا شما قطع کنین. من چجوری قد من نمیتونم آید نمیفهمم شما یکم بعد بله دفعه شما خارج چین. اوکی ما اوکی باشه باشه. بله باش، ما با قطع کردن افراد مشکل داریم و نمیدونم که یک بار حل شده بود. بله ضربه میدید درست میشد. بله انشالله که در مدت بعدی ما ببینیم که کدام یک از دوستان. بله این سیب یکی از شعرهای معروف، یعنی میتونیم بگیم معروف ترین شعر مرحوم حمید مصدق است. حمید مصدق از شاعران نیمایی سرا و نوپرداز نسل بعد از نیمایشی است، یعنی هم نسل های فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، نادر نادرپور و شاعرانی از این قبیل هم سن و سال اینها تقریبا حساب میشد و چند سال پیش هم ایشون فوت کرد و شعر معروفش همین هست که من اتفاقا در کتاب شعر پارسی هم همین شعر را بودم. بکنم از شعرهایشان را اگر اشتباه نکنم احمد زاهر خوانده باشه نظرم. شاید شاید ما... ساربان خوانده باشه. بله بله بعید نیست. خب یکی از دوستان اینجا درخواست داده بودن، جناب آقای موسی خیرخواه، ما وصل بکنیم ایشون را و دوستان دیگه هم که تمایل به شعرخوانی دارن خوشحال میشیم از حضور ما استفاده بکنیم و اگر ممکنه همینطوری در اول برنامه درخواست بدن برای که آخر برنامه ما به تنگنای وقت برخورد نکنیم. سلام بر جناب موسی خیرخواه. علیکم سلام. علیکم سلام. علیکم درود بر شما. سلام علیکم آقا، حال شما؟ قربان شما. درود بر شما، سلامت باشین. آقای زنده باشین، در خدمت هستیم عزیز. خیلی
سلامت باشین. ما بیشتر گوش میدادیم، واقعا زیبا بود از سلامت باشید. شعرهای ما آقای خوشحال امین میشیم شما مصدق بفرمایید از استفاده شعر شما کردیم. بخونید. بشنوید. واقعا نه، من فقط شنونده هستم، بیشتر گوش میدن و کمتر اظهار نظر میکنم. بله، اما در رابطه با این سی مظهر سلامتی، میخواستم بگم توی افغانستان است اثر از این سیب هست یا نه؟ اتفاقا بله، و عجب همین میخواستم سیبای بگم. خوبی هم داره منطقه شمالی افغانستان و منطقه اوالی کابل. در مجموع افغانستان از لحاظ پیداوار بله کشاورزی و باغداری خیلی غنیه و تنوع اقلیمی افغانستان داره باعث میشه که انواع میوه. نه نه من نه 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 آقای دکتر، در رابطه با سلامتی، آها درباره سلامتی و اثر این سیب، یعنی بله این بله شعر نبود سیب سلامتی مردم، من مسئله که من بله خواستم حتی شما دارم بگم شما خیلی شمالی بود. بله سیب اینا هستن، اما مسئله اینه که این سیب نمودش بله نمود بله در زندگی مردم تعبیر سلامتی خود مردم بله چقدر بله است. عرض ما میکنم. میدیم که طالبان اومده، بعد من تمام مراحل بله بله سیاسی افغانستان درست. رو داره دنبال میکنم، توی بله ایوان شمال هستم، شمال عرض ایران کنم خدمت هستم، شما که اما اصلا تعبیر سیب ولی سلامت واقعا در هرات اینا رایجه، اینقدر با یعنی سلامتی کسی که چه غیر کار سالم کرده باشه میگن سیب سلامت، یعنی سالها سال اثر از سیب در افغانستان نیست، سالهای سال سیب اثر از سیب در افغانستان من نمیبینم. یا ما بد تبلیغ میکنن یا من واقعا بله نمیبینم. بله بله همونطور که عرض کردم، بس در یعنی افغانستان اصلا بر هرات مثلا تعبیر سیب سلامت رایجه، مثلا میگه یک طرف مثل سیب باری سالم بود، خوب بود، و اینکه سیب مایه میوه سلامتی هست در اونجا معروفه، و خب طبیعتا نه نه این خاصیت هم جز خواصی هست که در این میوه هست. خیلی ممنون جناب، خیر خواهی عزیز، لطف کردید، و اگر امری نباشه ما از شما خداحافظی میکنیم. از قربان شما، خدا متشکرم، نگهدار خدا شما. حافظ، خدا حافظ. قربان شما، قربان شما، خدا حافظ، خدا حافظ. واقعا چی بود که تقمه زده اون خورو قطع کردن قبلا، که خب یک ضربدری داشت گوشه، و بعد او که نبود ما روی خود همین صفحه که ضربه می زدیم یک گزینه صفحه می آمد. کوچکتر می شد و بله بله من تا الان نمیدونم، اینستاگرام هم هر روز یک بازی در میاره برای آدم. خب تشکر، ما منتظر هستیم که دوستان دیگری اگر علاقمند به حضور در این برنامه هستند، که الان ما فعلا درخواست نداریم، درخواست بدن و در خدمت نباشیم. تا این فاصله که کسی از دوستان اعلام آمادگی میکنه برای شعر خواندن، من یک مقداری باز از استاد برادعلی فدایی عرض بکنم خدمت دوستان. برادعلی فدایی همچنان که عرض کردم شاعر پیشکسوت افغانستان بود، متولد هرات در سال 1307، و ایشان در جوانی مسئولیت های اداری هم داشته و در وزارت فواید عامه مشغول کار بوده، تحصیلات را به سختی و به صورت با مطالعات شخصی پیش برده، به خاطر زندگی نسبتاً سرشار از محرومیت و تنگناهای مادی نتونست تحصیلات خوب پیش ببره، ولی در این حال با استعدادی که زیاد داشته و با مطالعاتی که کرده شعرش رو بسیار پیشرفت داده، و در حوزه اداری هم تا به ریاست فواید عامه ولایت یا استان بادغیس افغانستان رسیده بوده. منتها ایشان در همون زمان شعرهای بسیار انتقادی می نوشته. استاد فدایی اصلا یکی از خاصیتاش همین آزادمنشی و روحیه انتقادی استاد بودن، و این خاطر به این میخوام تاکید بکنم بسیار آزادمنش بود ایشان، و هیچ وقت به نوعی ستایشگر و توجیه کننده دستگاه های حکومتی نبود، با وجودی که زندگی داشت کاملا زندگی محقر و درویشانه و فقیرانه، ولی هیچ وقت سر خم نکرد به دستگاه های حکومتی در تمام عمر خودش، و این بسیار جالب بود. در همون زمانی که ایشون مدیر فواید عامه ولایت بادغیس هست، یک اتفاقی میفته که والی بادغیس یک حکم میده
که حکم مطلوبی نیست و بعد ایشون انتقاد میکنه از او و به بعضی از این رشوهخواری هایی که در او زمان رایج بوده در ادارات، نه تنها در او زمان که همیشه رایج است، به اینا انتقاد میکنه. بر اثر همین انتقادها و شعرهایی که از او در روزنامه اتفاق اسلام منتشر میشه، کم کم دیگه ایشون را از وظیفه به تعبیر افغانستان سبکدوش میکنن، یعنی ایشون را بازنشسته میکنن از وظیفه و از مسئولیت اداری به خاطر همین روحیه انتقادی که ایشان داره و در شعرهای انتقادی که در روزنامه ها چاپ میکنه. و بعد باقی عمر ایشان دیگه تقریبا میتونیم بگیم که در آزادی یا سبکدوشی از مسئولیت های اداری طی میشه و تا به آخر عمر هم ایشان این آزادمنشی خودش را حفظ کرد. و این بسیار نکته جالبی است در مورد شخصیت مرحوم برات علی فدایی هروی. خب یکی از دوستانمون اینجا اعلام آمادگی کردن برای اینکه همراه ما باشند برای شعر خوانی. سلام. سلام عرشون. سلام و درود. عرض ادب خدمت دوستان عزیز. در خدمت این بفرمایید. معرفی هم اگه بفرمایید این که از کجا وصل شدیم با ما. در خدمت امید امامبردی هستم. ما هم از استان مازندران شهر نیکان. بله فکر کنم یک بار دیگه هم خدمت شما بودی. بله من خدمت شما بودم. بسیار عالی. در خدمت اگه اجازه بدید من یه غزل میخونم. حالا شما گفتید روی انتقادی، ما همه روی انتقادی، ما ایران هستیم، شما هستیم. بله بفرمایید. شهری بری هستم ولی از نسل آبانم، سوزنده و سرخم ولی هم جنس بارانم. من آتشم، من شعلم، هر دم پر از دودم، دودم به چشمت می رود یک روز، می دانم. آری زمین گرد است و می چرخد به نفع تو، از سود کسب روزیت عمریست حیرانم. یا عاقبت دیگر به آن معنای سابق نیست، یا آخرت یک وعده بود و هشتمین خانم. خون خورده ای افعی شدی در آشیان من، خون خورده ای افعی شدی در آشیان من. من بی طمع بودم ولی امروز دندانم. یا می درم یا می روی یا می شوی مأمور، تا من روم پیش خدای آسمان مانم. این ذلتم شد علت این پرسش و پاسخ، حرکت نمودم من دگر ای لطفعلی خانم. از سوی آذربایجان و ساری و سمنان دیگر نمانده آنچنان نزدیک تهرانم. سرمست مستم تا ابد، هرچند هم کوتاه، تا آخرین قطره ز خونم مرد میمانم. من خانه ام را خالی از نامرد خواهم کرد، من خانه ام را خالی از نامرد خواهم کرد. من بابکم، خونخواه فرزندان آبانم. بله خیلی ممنون، تشکر از شما. ممنون، متشکرم که گوش دادید. لطف کردید دوست عزیز، ممنون از شما و خدا حافظ شما. بله آقای اربابی عزیز گفتن که من میخوام شعری که در او افسر ناتمام خواندم در اینجا کامل بخوانم. بله ما در خدمتیم دوست عزیزمون جناب اربابی، محمد اربابی، شاعر طلبه از چابهار، این ساکن چابهار. چابهار سلام استاد. سلام اربابی. سلام. ممنون. سلام.
بخشی استاد، میشه یکی از شعرهایی که اولین بار خوندم رو دوباره بخونم ولی کاملش رو بخونم؟ کاملا در اختیار شماه. بله باید. لهجه ترکی آن دختر دلم را برده است، چادر مشکی روی سر دلم را برده است، چشمهایم یخ شد از بس بر کسان دیگری، بگذریم آن دختر چشم آذر دلم را برده است. لحظه ای برخورد چشمانم به کاغذ در حیات، خط خوبش گوش شیطان کرد دلم را برده است، بی علنگو ساده اما با وقار و با حیا، طفل معصوم بی زر و زیور دلم را برده است. اصل حرفم با خداوند است زوجنی بها، کاش او با من شود همسر دلم را برده است. بعد همسر بودنش خواهم خداوندا همین، بچه هایم را شود مادر دلم را برده است. فال می گیرد که می خواهد نمی خواهد مرا، تا سحر گل می کند پرپر دلم را برده است. بی حضور قلب من چندیست می خوانم نماز، آخران لامذهب کافر دلم را برده است. دختری که چند بار فرمان را رد می شود، مثل یک راننده خاور دلم را برده است. کفتری را من خریدم تا که نامه بر شود، نامه را همراه با کفتر دلم را برده است. این ستاره بودنش من را منجم می کند، تابناکی همین اختر دلم را برده است. چون ندیدم صورتش دانم که این اشعار من بر دروغی می شود منجر دلم را برده است. هستی با طرز آنچه خواب دیدم جان تو، من قسم خوردم کنی باور دلم را برده است. با حجاب و با حیا رد شد ز من، با جمله لطف کن قدری برو آنور دلم را برده است. دختری کم سن و سال اما چو سرداری دلیر، آمد و چون فتح یک کشور دلم را برده است. هی بگویم این ردیف شعر گرچه میزنند، با زبان بر قلب من خنجر دلم را برده است. کارت قرمز را دهید او را و اخراجش کنید، کرده عمدن یک خطا داور دلم را برده است. راز خود گفتم به تو طعنه خواهی زد به من، سرزنش بیفایده است دیگر دلم را برده است. بسیار خوب، چقدر کامل و خوب کردی این شعر رو، بهتر از اون که بود. سلام، بسیار زیبا بود. اربابی ذهن مضمون سازی داره خیلی، و این خیلی جالبه، خیلی زود مضامین خلق میکنه در شعر خودش. خدا حافظ. ببخشید استاد مازن. کسانی که هم نسلای ما بودن تقریبا در افغانستان، در زمانی که قوای شوروی به افغانستان حمله کردند، یک شعر در اون زمان خیلی معروف شده بود که بین مردم زمزمه می شد و معمولا هم به صورت زیرزمینی، یعنی معلوم نبود شاعرش چه کسی است. و او شعری بود که می گفت که روزها از خاک ما بیرون شوید، روزها از خاک ما بیرون شوید، ورنه غرق رودبار خون شوید، این بخارا نیست خاک آریاست سرزمین چی؟ یک قسمتش فراموش کردم که بگه رو به چکسلواک و ویتنام و حبش، این وطن چون لانه زنبور هاست. که میگفت که تو برو به روسیه، میگفت که تو برو چکسلواکی رو بگیر، ویتنام رو بگیر، حبش اتیوپی رو بگیر، کشورهایی که گرایش کمونیستی دارن، و کشور افغانستان لانه زنبور ها است. و ما نمیدونستیم که این شعر از چه کسی است، چون شعر کاملا زیرزمینی پخش میشد و در اون زمان هم در افغانستان خیلی جرم و جزای سنگینی داشت علیه حکومت شعر گفتن. و بعدها فهمیدیم که این شعر از استاد فدایی هروی بوده. و نکته جالب اینه که من یکی از شعرهای اولیه‌ای که نوشتم که جزء اولین شعرهای من حساب میشد، که در سن 10-12-13 سالگی نوشتم، به استقبال ادم این شعر استاد فدایی هروی بود. یعنی اون رو خامدم یک مقدار چی کردمش، بازخوانی کردم و به تعبیر یک شعر به شب سب که این نوشتم که این بخارا نیست خاک آریا سرزمین شیر مردان شجاست، این چون این چیزی.
و این هم به نوعی پیوند میده مال با زمانه های سال 59 تقریبا، یعنی 45 سال پیش، 49 41 دو سال پیش. خب شما شعر میخوانی از استاد صدایی میخوانی؟ یک شعر از استاد صدایی گفته بود که یکی از نتونسته بوده جواب بده. غم عالم خورم یا قصه جانانه یا هر دو. بله. این شعر رو در هرات یک طرحی بود مسابقه مانند، یک وزن و قافیه تعیین میکردن و میگفتن که هر کس بتونه با این وزن و قافیه شعر بگه. این وزن و قافیه رو تعیین کرده بودن و بعد در اون انجمنی که بوده که استاد فدایی بوده و بعضی کسای دیگه هم بودن، فقط استاد فدایی تونست یک غزل خوب مرتبی با این ردیف و قافیه بگه، چون ردیف و قافیهش نسبتا سخته و در واقع از او مسابقه فقط ایشون پیروز بیرون آمده. بله بله. غم میهن خورم یا مردم آواره یا هر دو، کشم آه از جگر یا از دل صد پاره یا هر دو. تایه اینه یکی اینه غم دوران خورم. غم دوران خورم یا غصه جانانه یا هر دو، ز دست دیدن عالم یا دل دیوانه یا هر دو. بسوز قصه مهجوری ما دوستان دوستان، امشب زبان شمع سوزد یا پر پروانه یا هر دو. ز خویش آشنا بیگانه گردیدم، نمیدانم نمایم شکوه از خود یا که از بیگانه یا هر دو. شب وصل است و می در ساغر و دلدار در آغوش، لب جانانه بوسم یا لب پیمانه یا هر دو. کشد عقلم به سوی کعبه و عشقم به میخانه، طریق کعبه پویم یا ره میخانه یا هر دو. حریم کاکلش را شانه محرم، باد بزمارا ندانم شکوه از باد آورم یا شانه یا هر دو. به زلف و خال او تا آشنا شد مرغ دل، گفتم به بند دام باشم یا به فکر دانه یا هر دو. فدایی در بلاغت گوهر گنج معانی را، به جان می پروری یا در دل ویرانه یا هر دو. هرات 1352، یعنی این شعر دقیقا 48 سال پیش نوشته شده بوده، در زمانی که استاد فدایی مثلا 45 ساله بوده. خب دوستمون نوشتم با خسال هزارگی میانه چطوره؟ عرض کنم خدمت شما که بله، و دوست و خانم نفس هم در اینجا گفتن چه دلنشین شعر میخوانی. شکر از نفس جان عزیز و نازنین که همیشه هستن و تشویق میکنن و در کنار ما هستن. خانم جانبین عزیز خیلی خوش آمدین، کاش که میشد که از شما هم شعر میشنیدیم. بله، و دوستمون گفتن که با شعر هزارگی چطور، اینجا نوشتن که با غزل هزارگی میانه چطوره؟ شعر لهجه هزارگی بسیار هم شیرینه و من خیلی هم دوست دارم این شعرهای محلی که با لهجه هزارگی نوشته میشه، چه دو بیتی که غالبا دو بیتی هست و چه غزل، و بعضی از شاعران مناطق هزارجات هستن که مثلا شعر محلی میگن. از جمله اینا مرحوم خادم حسین بیانی بود که در همین تقریبا پارسال فکر کنم ایشون هم در سن بسیار بالایی فوت کرد. روحانی شاعر بود و شعرهای محلی هزارگی میگفت بسیار زیبا. بله بله، و با همین شعرهای محلی هزارگی چقدر آهنگای مقبول و زیبا تولید شده، بسیار، یعنی ما وقتی خودم آهنگای هزارگی میشنم واقعا جذبش میشم، واقعا آدم دل میتبه تک تک واژه هایی که به کار میره با لهجه شیرین هزارگی. و اخیرا هم یکی از دوستان خوب ایرانی ما به نام امیر عطا بسیار در فضای مجازی مطرح شدن که شعر محلی هزارگی میخوانن با اصطلاح دیدو، فکر میکنم که حالا باز ببینیم که اگر بتونیم در یک برنامه از ایشان دعوت بکنیم. بسیار خوب میخوانن و خیلی هم استقبال شده. دوستمون که احتمال داره به برنامه دیرتر پیوستن، خانم جهانبین فرمودن که این شعر که خوانده شد از چه کسی بود؟ این شعر از استاد برات علی فدایی، شاعر پیشکسوت هرات بود
که استاد فدایی دیروز در سن 92 سالگی در شهر هرات فوت کرد و کتاب شعر در کتاب چامه ها و چکامه ها از استاد فدایی منتشر شده که من تصویر این کتاب را هم در اینجا خدمت دوستان نشان میدم. این کتاب را تقریبا این کتاب هم نزدیک 20-25 سال پیش منتشر شد و کار فنی صفحه‌ای کتاب هم به عهده من بود اتفاقا و مقدمه از استاد سعادت ملوک کتابش که ایشون هم خدا رحمت کنند شاعران معاصر هرات بودند بر این کتاب نوشته شده. برگردیم این طرف. خب امشب فکر میکنم که متخاذی شیرخانی کمتر از پنج جلسه را زودتر به پایان برسانیم. بله بله، ما طبیعتا منتظر بودیم که اگر دوستانی علاقه من دستن به شیرخانی شعر بخونن و خب متقاضی چند نفر بودن و الان دیگه متقاضی نداریم. اگر دوستانی هستن که شعرخوانی دار علاقه دارن که شعر بخونن درخواست بدن و درخواست بدن و ما رو دعوت بکنیم برای شعر خواندن، اگر نه که برنامه رو کم کم ختم میکنیم. انتظارت کشیدن چه زیباست روح ماه تو زیدن. این شعر که از جناب محبوب غلامی هست اگر اشتباه نکنم، حالا درست به خاطر نمیه، از شاعرای خوب هرات هستن. در اون کتابی ما داشتیم که این گزیده از شعر مهاجرت رو منتشر کرده بودیم، فکر میکنم این شعر آقای محبوب غلامی منتشر شد. خب حالا ما منتظر هستیم که اگه کسی از دوستان درخواست بده دعوتش بکنیم برای که اتفاقا یک نفر درخواست داد و دیگر این که خانم جان بین بسیار خوب و یکی دیگر از دوستان جناب حاج عباس عزیز که از اصفهان بودن از شهر فریدن اگر اشتباه نکنم درخواست دادن و ما دعوتشون میکنیم. و یک نکته میخواستم الان بگم که لهجه هزارگی صحبت شد، ما برنامه لایو یا برنامه زنده کشور خورشید رو که پنجشنبه ها داریم قرار هست که این هفته انشاءالله اختصاص بدیم به هزارجات و در اونجا درباره شعرهای محلی هزارجات هم صحبت خواهیم کرد. سلام عرض می‌کنم خدمت خانم جهان بین. سلام از بنده است استاد گرامی و سرکار خانم بیات عزیز، شبتون بخیر. زنده باشین. تشکر. شعرهای زیبای شما رو در صفحه‌تان دنبال میکنیم و میخوانیم. حالا چقدر خوب است که از زبان خودتان بشنویم. خواهش میکنم، باعث افتخار، بهم افتخار میدید بانو، خیلی لطف میکنید شما. من با اجازه اگه وقت هستش چند رباعی و یک غزل تقدیم کنم. بله حتما میشنویم. خواهش میکنم. افسوس که عهد بستن از یادم رفت، دل بستن و دل شکستن از یادم رفت، آنقدر که در خودم فرو ریخته‌ام، برخواستن و نشستن از یادم رفت. هرچند بد و ناگذرا می گذرد، احوال بد زمان ما می گذرد، هشدار بدانید که طوفان یک روز از مزرعه سبز شما می گذرد. افسوس که استخوانمان پوسیده است، تا ریشه و عمق جانمان پوسیده است، آن تیر که تا کران جیهون می رفت مایی، ولی کمانمان پوسیده است. آفرین. من هیچ ندارم و همین هست من است، یک جسم که بی دلیل پا بست من است، هرگز هرگز امید آزادی نیست، افسوس قفس ساخته دست من است، کم مانده که بر فنا شود از قصه، ست که جدا جدا شود از قصه،
ای کاش پرنده ها همه می مردند تا اینکه قفس رها شود از قصه. و یک غزل تقدیم کنم وقت دوستان رو نگیرم. با سالهای سخت وبا گریه کرده ام، با روزهای ناگذرا گریه کرده ام، هی درد دل نوشتم و هی دادمش به آب، با سنگهای ناشنوا گریه کرده ام، دیوار خانه بودم و در سایه سکوت بر شانه های سنگ بنا گریه کرده ام، دستم به دست خوشه خرما نمی رسید، همراه سفره با فقرا گریه کرده ام، تا بوی مرگ توی تن کوچه ها دوید، با خاک با درخت و هوا گریه کرده ام، رگبار از خطوط لباسم عبور کرد، سلول انفراد تو را گریه کرده ام، تو اعتصاب روی لبت داغ بسته بود، من در کنار آش عزا گریه کرده ام، آواز عاشقانه باران شنیدنی است، با بالهای باز چرا گریه کرده ام، دیگر نگو دعا و ثنا اعتقاد نیست، با ذکر التماس دعا گریه کرده ام، از شرق تا به غرب زمین خانه من است، فرقی نمی کند که کجا گریه کرده ام، وقتی تنیده اند به هم خانه های ما، من با شما برای شما گریه کرده ام، دریا نبوده اند دو چشمم، ولی ببین من با تمام خاطره ها گریه کرده ام، وقتی که خون به قافیه شعر می چکید، با واژه ها هجا به هجا گریه کرده ام، آری حقیقت است حقیقت که گاه گاه خندیده ام، ولی به خدا گریه کرده ام. تقدیم به شما استاد عزیز و گرامی و دوستان مهربان. تشکر، بسیار خوب، لذت بردم خانم جان بین عزیز. خواهش میکنم. خیلی ممنون خانم جان بین. خواهش میکنم، باعث افتخار بود استاد. خیلی ممنون از شما که این وقت ارزشمند رو در اختیار قرار دادید. تشکر، سلامت باشین. شبتون بخیر، خدا نگهدار. متشکرم، شبتون بخیر. خدا نگهدار. خب، دو نفر از دوستان درخواست دادن، سه نفر در واقع. جناب وحید مهاجر که اتفاقا اون شعری که نوشته بودن فرمودن که از ایشون بوده، ایشون رو دعوت بکنیم. بعد خانم معصومه عباسی هم درخواست دادن، در خدمتشون خواهیم بود. و جناب حاج عباس گرامی. بله، جناب وحید مهاجر در خدمتتون. راست نشد که اون بیتی هم که نوشته بودن، روی خوبت شنیدن، روی خوبت دیدن چه زیباست، این شعر هم ازشان بود. خب، خانم معصومه عباسی و بعد از او هم باز دو نفر دیگر دوستان الان درخواست دادن و در خدمتشون خواهیم بود. خب، باز نشد مثل که. دعوت بکنیم از سرکار خانم نجفی. سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام و درود، شبتان بخیر. خسته نباشید. تشکر، سلامت باشید. الحمدلله، تشکر. بسیار بسیار علاقه دارم. خیلی شما رو دوست دارم. خانم زینب، خانم بیات. صدای شما رو، خانش شما رو، حرفای شما رو
کپشن هایی که می نویسین خیلی خیلی زیاد دوست دارم. خیلی خوشحالم که متشکرم. الان اینجا هستم، چون اولین باره که من تا حالا تو هیچ لایو دیگه ای نبودم. بسیار بسیار کردین، ما هم خوشحال شدیم از دیدن روی ماه شما. سلامت باشید. من یک کمی سرم درد میکنه بخاطر میگیرین، ببخشید اگر صدام و خانشم خوب نیست. شرمنده، ما سعی میکنم از شما. در خدمت ایم، خواهش میکنم. ای که دلتنگ تو هم، حال دل من خوب نیست. بعد تو در کل عالم یک نفر محبوب نیست. واژه ها را سر بریدی یک به یک با رفتنت. شعرهایم بی تو دیگر جالب و مطلوب نیست. عاشقم کردی و غم را مهلت جولان نبود. رفتی و قلبم به جز ویرانه‌ای متروک نیست. بی تو تا کی سر کنم با وحشت تنها شدن؟ حق عاشق بودن من رنج یک مسلوب نیست. خاطراتت را مرتب زیر رو کردم، ولی عشق با طعم توهم باده مرغوب نیست. مست بودم با نگاهت در خیالم روز و شب. درد دوری کمتر از ویرانی مشروب نیست. چشمهایت آسمان مرغ احساسند و باز در نگاه سرد تو فقدان یک محبوب نیست. آتشی برپاست در جانم برای دیدنت. آه پایانی برای رنج این آشوب نیست. دوستت دارم تو را با یک جهان بی‌مهریت. عشق بی جان مرا که حاجت سرکوب نیست. در پناه حق بمانی تا ابد جانان من. جز دعای خیر من حرفی در این مکتوب نیست. ببخشید دیگه. بسیار خوبی بود، بسیار خوب بود، لذت بردیم. تشکر از شما خانم نجفی از قم، اگر اشتباه نکنم درسته؟ بله بله استاد از قم. البته خودم متولد مشهدم و ساکن قم. بسیار خوب، تشکر. خیلی خوب بود، لذت بردیم واقعا، خیلی هم خوب خواندیم. تشکر. تشکر که تحمل کردید. اختیار دارید. بله بردیم، خواهش میکنم. بسیار زیبا بود شعرتون. و که من هنوز شاعر نشدم، ولی خیلی خیلی دوست داشتم تو برنامه شما باشم و اولین بار داشتم اینجا بکنم. انشاءالله که همیشه حضور داشته باشید و همیشه شعر شما باشید. باعث افتخار ماست. انشاءالله باز هم برای ما شعر بخونید. یک دنیا تشکر، خسته نباشید. تشکر. خدا نگهدار شما، شبتان بخیر. خدا حافظ شما. همچنین. بله اگر ممکنه شما از اون طرف قرب بفرمایید، از این طرف عمل نمیکنه. یک کسی با ما اگر راهنمایی بکنه که ما چی رقم این کار رو انجام بدیم خوبه. بله امشب خسته، همکاری نداره است. جلسه بله. قبل باز بهتر. بسیار خوب خانم عباسی، باز یک درخواست دیگر میدیم از خانم معصومه عباسی و یک نفر دیگر از دوستانم اونجا هستن که این دو دوستمون شعر بخونن. دیگه احتمالاً به آخر وقت این برنامه خواهیم رسید. خانم عباسی بار دوم ما درخواست دادیم و الان درست شد. سلام استاد، خسته نباشید. سلام به شما. سلام. ممنون متشکرم. سلام خانم بایت عزیز. سلام عرض میکنم خدمت دوستان که در لایو حاضر هستن. در خدمتتون هستم با دو تا شعر. بله میشنویم. خواهش میکنم. از کودکی وقتی میان گرگ ها باشی، از اعتقادات خودت باید جدا باشی. حتی تفاوت باعث مرگ تو خواهد شد، باید تو هم چیزی شبیه گرگ ها باشی. سخت است آرامش بخواهی از جهان، اما مجبور باشی رهبر یک کودتا باشی. سخت است در هر شورشی اسم تو هم باشد، مثل همیشه یک سر این ماجرا باشی. با گرگ ها در برف میخوابی، ولی باید در ذهن خود دل بسته یک رد پا باشی. آفرین. و کار دوم،
وقتی که آفریده شد انسان مشترک، رو کرد ذهنمان به خدایان مشترک. یک بار هم به باورمان شک نمی کنیم، یک بار هم به باورمان شک نمی کنیم، با کفر می رسیم به ایمان مشترک. حتی برای ثانیه ای مال من نبود، بسیم ترچ راه و خیابان مشترک. با هم برای مردنمان گریه می کنیم، با چشمهای خیس و پشیمان مشترک. آفره. باید سفر کنیم از اینجا بدون هم، باید سفر کنیم از اینجا بدون هم، به هم نمی رسیم به سامان مشترک. ممنون از شما، لطف کردید. خیلی خوب بود. خیلی ممنون خانم. مرسی عباسی خانم. ممنون از سبزوار. بله استاد، من خاطره خیلی خوبی از شما دارم، جشنواره شعر رضوی. بله، خاطر محمد شما مقام آورده بودین و از اونجا آمدین به برنامه شرکت کردین. بله دقیقا خاطر محمد. ممنون، متشکر، مرسی، متشکرم. تشکر، خوشحال شدیم شما. خدا نگهدارت. ممنون، خیلی خوشحال شدم. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. خدا حافظ. سلامت باشید. خدا حافظ. فکر میکنم همون جلسه شما بودین که جلسه هم دعوت کردن شما را از سبزوار، بعد در مراسم اختتامیه کل مسئولین سخنرانی کردن، بعد موقعیت به شاعرایی که مقام آورده بودن نمیدادن که اونا برن پشت تریبون شعر بخونن. همینطور بود نه؟ بله دقیقا. اعتراض کردن دوستان شاعر، گفتن خب چرا شما خود شاعر که از راه دور در مسابقه برنده شده شما نمیگذاری شعر بخونه؟ بعد مسئولین دارن سخنرانی میکنن در این برنامه. بعد به اثر همین اعتراضی که شد به جلسه، بعد فکر کنم شما دعوت کردن که بیا شعر بخونی پشت تریبون. آره یه اتفاقی افتاد دیگه، بلند شدم از جام، بعد دیگه رفتم اتفاقی شعرم رو خوندم. بله اگه یادت، جایزه کربلا بعدش جایزه کربلا رو به من دادن. بله دقیقا یادم آمد. بله درسته، فکر کنم تالار نور بود. بله درسته. آره. شما باید از این طرف خارج بشین. بله. بله. خب دیگه فکر میکنم آخرین دوست ما رو هم دعوت بکنیم. و بله جناب حاج عباس عزیز، دوست شاعر ما از اصفهان، استان اصفهان، شهر فریدن، که هفته قبل در جلسه برنامه قبل خدمت ایشون بودیم. البته اگه اشتباه نکرده باشم که از اونجا یا از شهر دیگری بودن. نه صدا داریم و نه تصویر متاسفانه. صدا و تصویر شما نیست دوست عزیز؟ جناب وحید مهاجرم دعوت بکنیم، چون اونا بیت از شعر خانم نوشتن، بعد که من اشتباه گفتم شعر از جناب محبوب غلامی هست و از ایشون بود. خب ایشون هم رخ نشد. مثل که امشب اینستاگرام هم با ما بازی در میاره و ارتباطا برقرار نمیشه، یا نت در اون طرف خرابه. جناب حاج عباس تصویر شما نیست و صدای شما هم نیست، و فکر میکنم که باید قطع بکنید و حالا دعوت بکنیم باز ابوذر اسکندری. بله جناب ابوذر اسکندری، به عنوان آخرین شاعر دعوت بکنیم برای حضور در این برنامه. و جناب دوست عزیزمون جناب
بله، سلام جناب اسکندری عزیز. سلام سلام و درود بر شما. سلامت باشین. سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر. بسیار خوشحالم. سلامت باشین. ممنونم. عرض به خدمت شما، قبلا هم با خانم بیات هماهنگ کردم، البته هفته قبل قرار شد که من یک دو تا غزل قرائت کنم خدمت شما، انشاءالله که مورد توجه شما قرار بگیره. عرض کنم من به تازگی وارد شدم به دنیای شعر و شاعری، اگه اجازه بدید من شروع کنم. بسیارم خوب، بسیارم خوب استفاده میکنیم. به کجا شکایت از دل ببرم به آسانی، به جز از سقف قفس من که ندارم آسمانی. همه در هوای شادی و منم به کنج و عزلت، که ز پیله ها بنا شد به وجودم آشیانی. چه کسی خبر بگیرد ز سبوی دل شکسته، که به دست باد بسپرد باده سالیانی. به سکوت خیش شاید بتوان گرفت دادی، که به قیل و قال بقال نفروخت بستنانی. این غزل اولم بود، اگه اجازه بده من یه غزل دیگه هم آماده کردم. بفرمایید. قایق از پهنه گرداب گذشت، یک جهان خاطره بیتاب گذشت. غرقه در نیل نگاه تو شدم، از سر زندگیم آب گذشت. تاری شب به کنار آمد و دید، تاری شب به کنار آمد و دید، لشکری تار پر از تاب گذشت. قمصر و اصل گلابش همه هیچ، یک دمی رایحه ایناب گذشت. لحظه های با تو بودن در بهشت، در نظر چون خوشی خواب گذشت. دست شما در نکنه، ممنونم از توجه شما. خیلی ممنون از شما، لطف کردید. اشکال زیاد داشت. میدان شعر آمدید، انشاءالله که همچنان ثابت قدم پیش برید، قریحه خوبی دارید و قطعا مدارج کمال را طی خواهید کرد. انشاءالله. سلامت باشید، ممنونم. خدا نگهدار شما. سلامت باشید. خدا حافظ شما. خدا حافظ. خب جناب مهاجر را ما دعوت بکنیم. برای دو سه بار ما دعوت کردیم نشد رخ دیگه. به عنوان آخرین دوستی که در این برنامه هستن امشب دعوت بکنیم و استفاده بکنیم از حضور شما. امیدوارم که وصل بشه. جناب اسکندری شما از اون طرف میتونیم خارج شویم، چون از این طرف ما نمیتونیم پنجره رو ببندیم. پنجره حضوری شما. سلام و درود خدمت شما جناب مهاجر. سلام درود. سلام استاد. سلام عرض خدمت شما. سلامتین. اول خو بسیار خوشحال هستم که با شما هم صحبت شدیم بعد از سالهای بسیار طولانی. اومدید شاید قیافه تغییر کرده دیگه، سر ما کچل شده. شما شعر شما میاد میه، ولی های مهاجر شما وقت با یک اسم دیگه گویا شعر میگفتین، درسته؟ اسم ما وحیده. در اون کتاب که شعر ما چاپ شده در نام وحید حمیدی است، اگه یادتان مانده باشه، در کتاب شعر مقاومت. یک زمانی ما در سالهای خیلی دور با هم در انجمن مهاجرین در مشهد بودیم با هم. دقیقاً من شعر گفتم که شعر در کتاب شعر مهاجرین یکی از شعرهای مهاجرت چاپ شده بود در مجموعه شعر دوم دفتر شعر مهاجرت، دفتر شعر مقاومت یا دفتر اول. در اوان جوانی در محضر مبارک شما بودیم. از بله بله، ما اون از با یک دیگر دوستا آقای غلامی که ایشان هم اتفاقا در همون جمع ما بود و کتاب شعر ایشان هم در همون کتاب چاپ شده بود، من اون از فقط فکر کردم شعر ایشان بوده. بله بله، این شعر دقیقا من از همون کتاب شعر مقاومت افغانستان بخاطر دارم. یاد خیلی سالهای دوره دیگه، بعد ما دیگه زندگی و مشکلات نگذاشتی ادامه ندادیم و دیگه از فضای شعر بله.
استعدادش بود ولی متاسفانه نشد دیگه تا آخر. خوب که هستیم استاد، حال شریف خوب است، خانواده خوشحالیم که بعد از مدت ها ما کارهای شما رو دنبال میکنم، همیشه هستم در صفحه ها میبینم، شعرهایتان میخوانم و خوشحال هستم که صحیح و سلامت هستیم. بله نزدیک 30 سال میشه. بله 30 سال میشه، زیادم شاید هم زیادتر شد. یک غزل گفته بودین به نام ما با تمام نیرو. بله بله. بعد به استقبال زمان غزلتان ما می چند بیت گفتم خدمتتون میخوانم اگه اجازه باشه. خدمتتون بفرمایید. هر چند گیج و منگیم ما با تمام نیرو، الحق که مرد جنگیم ما با تمام نیرو، گر نان شب نداریم عین خیال ما نیست، ما عاشق تفنگیم ما با تمام نیرو. خیلی خوب. هر روز آسمان را با زور می شکافیم، در هر دو دست سنگیم ما با تمام نیرو. هر چند خرسواری میراث کهنه ماست، امروز پای لنگیم ما با تمام نیرو. افسار ما به دست هر کس اگر بیفتد، عینیم و غین و انگیم ما با تمام نیرو. حال که عین و غین هم نیست. بیت الحرام از ماست، هرچی حرام از ماست، شیریم یا پلنگیم ما با تمام نیرو. شلوار اگر نداریم تقصیر هیچ کس نیست، ذاتن چنین ملنگیم ما با تمام نیرو. فرخنده باد بر ما این رسم پادشاهی، سرمست چرت و بنگیم ما با تمام نیرو. فکر یمن که داریم کابل حراج باید، آواره فرنگیم ما با تمام نیرو. یک لقمنان ارزان ما را نمی دهد کس، خوب و خوش و مشنگیم ما با تمام نیرو. وقتی به جوش آید افغانی غیرت ما، در فکر نام و ننگیم ما با تمام نیرو. این هم به استقبال از اون غزلی. تشکر جناب عزیز. بله من شعر اتفاقا همون زمان نوشته بودم که هرچند زار و زردیم ما با تمام نیرو، آماده نبردیم ما با تمام نیرو، علق سرچ هستیم ما قلب آسیاییم، هرچند مهده دردیم ما با تمام نیرو. بله 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 استفاده کردم و شعر زیبایی بود. خوشحال شدیم که شما رو بعد از سالها، بعد از نزدیک 30 سال با شما ارتباط داشتیم. سلامت باشین استاد و آرزو میکنم که بازم یک روز اگر عمر باقی بود از نزدیک بیاییم شما رو از نزدیک زیارت کنیم ببینیم. باعث افتخار ما هستیم انشاءالله، همیشه سالم و سلامت باشین. خدا حافظ. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خب ساعت به 10:11 رسید و ما دیگه از حضور دوستان مرخص بشیم. یک نکته رو ما عرض بکنیم که دیگه با توجه به اینکه ساعت برنامه رو میخوام که همون یک ساعت باشه و دوستان ممکنه بعد از اون هم بخوان در برنامه دیگه شرکت بکنن، لایو آقای جعفریان هم هست، سر ساعت 10:11 ختم بکنیم. دوستانی که بعد از این میپیوندن ما این بعد از ساعت 11 وصل میشن دیگه، انشالله در هفته بعد جلسه بعدی که خواهیم داشت از حضورشون استفاده خواهیم کرد به امید خدا. تشکر از همه دوستان. جناب شیخ الاسلامی عزیز با ما پیوستن، انشاءالله یک جلسه باشه که آقای شیخ الاسلام برای ما شعر بخونه جواد آقا. بله. و بسیاری دوستان دیگه، جناب نوراللهی عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان عزیز. بله. خب تشکر، شب خوبی بود در کنار شما دوستای عزیز و سپاس از حضور یک یکتان، حضور گرم همه شما دوستان مهربان. یک شنبه انشاءالله ساعت 10:00 تا 11:00 جلسه شبی با بیدل یا بیدل خانی ما است و پنجشنبه کشور خورشید که اختصاص داره به موضوع هزار جا در افغانستان.
خدا نگهدارتون، شبتون بخیر. خدا حافظ. امیدیم.